حالا این چند دقیقه آخری که از کلام شما مستفید شدیم، چرا 70% صحبتهایی که انجام میشد خارج از موضوع جلسه و صرفا باقیه کردن و مسائلی بود که اونشنان مرتبط با موضوع اصلی نبود؟ بعد مسائل بعدی که مطرح شد، من نمیدونم، شما قطعا مطالعاتتون خیلی خیلی بیشتر از من در حقیقت هست. داعش رو اون زمان که خانم کندلیزا رایس طرح خاورمیانه جدید رو داشت تدوین میکرد، برای امروز داعش برنامه ریزی شده بود. یه ساده انگارانه است که بگیم داعش یا قولیه که آمریکا از داعش ساخته آمریکاست. یعنی دوستان اجازه بدید ببینید این بحث القاعده، داعش و هر گروه تندروی دیگه که به اسم اسلام الان داره ایجاد اسلام هراسی میکنه، صرفا کارکرد در بازه زمانی و مکانی مطلوب غرب دارد. فقط به من نظرسنجی که جنبه ملی داره و 75-80 میلیون نفر آدم ممکنه راجع بهش نظر بدن رو محدود به این جلسه و تعداد کف زدن ها برای افراد خودتون یا برنده یا هر کسی دیگه ای نکنید. این نظرسنجی بین 80 میلیون نفر آدم برگزار خواهد شد. خیلی ممنون. بعد نظر امام ببینید، امام فرمودن که اسرائیل بعد از بین برود. نظر امام ایشون این که امام فرمودن که اسرائیل بعد از بین برود. نظر امام ایشون این که وفاق بین مسلمان ها اینقدر وجود داشته باشه که ساختار و این رژیم ارزم به خدمتتون خودخوانده ای که منادی نژاد پرستی هست، همونطور که آفریقای جنوبی دوستان از بین خواهد رفت، اسرائیل هم از بین خواهد رفت. در شک تمامندی مذاکره که امروز شما ازش دارید دم میزنید، دوستان ازش دارن دم میزنن و این تمامندی مذاکره رو محدود و منحصر به خودشون میکنن. این تمامندی مذاکره ای که الان وجود داره پتانسیلش امروز به وجود نیومده دوستان. پتانسیلش 10 سال پیش که آقای دکتر بهش دارن انتقاد میکنن از اون موقع به وجود اومد. مسئله غزه و لبنان رو مطرح کردید. آقای دکتر، اگر ما عمق استراتژیکمون رو در غزه، لبنان، بحره و هر کشور دیگه حفظ نکنیم، در صورت وقوع جنگ آقازاده شما داوطلب جنگیدن در کردستان یا سیستان و بلوچستان خواهد بود یا نه؟ چون به ضرس قاطع تمام اندیشکده‌های غربی اذعان دارن که اگر ما عمق استراتژیک خودمون رو در منطقه حفظ نکنیم، باید در مرزهای خودمون که نه در استانهای خودمون مقابله کنیم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. قرار بود که شما به بعدی نه استان امیدوارم آقای دکتر 50 سال دیگه وقت انشالله خدا من به واعظت به شما بده خودتون باشید و از حرفای امروزتون دفاع بکنید. امیدوارم 50 سال دیگه که خیلی از این اسناد از طبقه بندی مایسیس و موساد و سی‌آی‌ای خارج شد و رسانه‌ای شد به صورت کتاب در اومد، خود شما انشالله خدا من به واعظت بده حضور داشته باشید از عملکرد امروزتون. خیلی ممنون. من چندین سوال این برادرمون کردن. خب من فکر میکنم مسئله داعش که خانم کندولیزا رایس قبلا گفته بوده که داعش ما برای امروز خلق کردیم اینها، من فکر نمیکنم خیلی نیازی به توضیح باشه. ما معمولاً اون چی که در عرصه بین المللی اتفاق میفته، اونایش که همسو با تفکرات نظام هستش، در چارچوبه نظام هستش، میگیم ملهم و متأثر از ماست. به عنوان نمونه بهار عربی رو ما میگفتیم ملهم و متأثر از بیداری اسلامی هستش تا وقتی که بود. بعد که مشکلاتی به وجود آمد گفتیم آمریکایی‌ها ابین بردنش. حالا در مورد داعش هم همینطور. داعش هم چون داعش، القاعده، طالبان و سایر گروه های
بنیادگرا و تندروی سلفی چون با ملاکا و معیارهای ایدئولوژی که ما نمیخونن، بنابراین ما خیلی راحت اینا رو حواله میدیم به اینکه اینا رو آمریکایی‌ها ساختن و اونا به وجود آوردن، حرکت‌هاشون هم میگیم به نفع اونها هستش. اینکه من در چارچوب توافق صحبت کردم یا در چارچوب توافق صحبت نکردم، به هر حال من 3 ساعت و 10 دقیقه است اینجا دارم کمابیش هستم دیگه. معلومات من همینی بودش که ملاحظه کردی. من معتقدم مهمتر از این که در توافق لوزان چی نوشته شده، من معتقدم مهمتر از اون نگاه سیاسی انسانهایی هستش که دارن بهش نگاه میکنن. همچنان که شما میری فقط یک خط فکری سیاسی خاص هستش که با لوزان علم مخالفت برداشته، که خب همه ما میدونیم کدام جریان سیاسی است. ما بقیه اصولگرایان یا سکوت کردن یا چیزی در موردش در حقیقت نگفتن، موضع‌گیری نگفتن یا تلویحاً تاییدش کردن. بله؟ نه اصلا مشخصه خواهرم، من فکر نمی کنم تو این جمع ما کسانی باشن که مثلا تردید داشته باشن و متوجه نباشن که کدام جریان سیاسی مشخص هستش که علیه لوزان موضع‌گیری کرده. اما اینکه 40 سال دیگه 50 سال دیگه اسناد MI6 در بیاد، اسناد سازمان سیا در بیاد، اینها برادر من فرض بگیرم شما مثلا مقصودت اون چیزی که من فکر میکنم نیستش، فرض بگیریم 50 سال دیگه سندی در بیاد که مایکل آلفرد جک اسم رمزش بوده و این در حقیقت همون صادق زیبا کلام هستش و ایشون مأموریت داشتش که بیاد و بگه که هسته‌ای، آخه یعنی چی ما اینقدر داریم خرج هسته‌ای میکنیم؟ مملکتی که سرانه آموزش پرورشش یکی از پایین‌ترین‌ها تو دنیا هستش، اینو آمریکا گفته بود. این مهم نیست، مهم نیستش که کی به من گفته اینو بگو، مهم این هستش که شما که میشنوید فکر میکنید این حرف درسته یا نه. به نظر من این هستش که مهمه و شایسته. فرض بگیریم آمریکا به من گفته بگو، فرض کنیم انگلیس به من گفته بگو، فرض کنیم مثلا $100,000 به من دادن که تو بیا امروز 3 ساعت اینجا بگو هسته خیلی چیز خوبی نیست. مهم اینا نیست، مهم این هستش که شما چی فهمیدید از چیزایی که من دارم میگم. آخرین سوال بفرمایید. شما گفتید 50 سال دیگه از سیا در میاد. من میگم چرا 50 سال دیگه از وزارت اطلاعات خودمون در میاد اسم شما جواد باشه؟ من میگم گنده تر از شما رو کردن تو گونی بردن، چرا شما رو نمی کنن تو گونی ببرن؟ شما این ایمای داری چیا رو مسخره می کنی؟ دختر شما الان داماد کیه؟ دختر شما چیه سمسی همه؟ نمون شد نه، من دوباره نه آقا بود بسن قرار شد از دیگاه بزرگی که هر سال اونجا پکیدی بعد اینجا داری می پکید. شما حقوق تعظیم جمهوری اسلامی میگیری، اگه حقوق تعظیم نمیدونم دانشگاه به نده خودت چی هست؟ ما اینجا وقت نیستی چی؟ آقا دستتون دارم. من نفهمیدم سوال شما چی هسته، اما سوال مشخصتون این بودش که دختر من عروس کیه؟ دختر من عروس دکتر احمد توکلیه و از دامادم هم کاملا راضی هستم، از مشکلی هم با هم نه. منم مسبب ازدواجشون نبودم در این حال، خودشون با تو روزنامه شهرداری با هم دیگه آشنا شدن، خاطرهای هم دیگه شدن، ازدواج کردن. خدا وکیلیش نه به من رفتی داشت نه به آقای دکتر احمد توکلی خیلی ارتباط داشت. در ضمن به هر حال چند صد نفر، 200 نفر، 300 نفر نمیدونم، خانوم و آقا اینجا نشسته بودن، نمیدونم من کجا و کی پایداری چیا رو مسخره کردم و نمیدونم. سوال آخر رو یکی از خانوم ها بپرسن. یکی از خانوم ها سوال آخر. Thank you.
اجازه بده بفهمم. از آخریش شروع بکنم و پاسخ کوتاهش این هستش که حالا بگم خواهرم یا مثلا دخترم خواهرم خانوم، ببینید مسئله در رابطه با آمریکا، من عرض کردم توی صحبتام این هستش که از تقریبا ماه‌های نخست انقلاب بنابر دلایل بسیار پیچیده جامعه شناختی، چیزی که من اسمش گذاشتم آمریکا ستیزی، مرگ بر آمریکا، شد به قول علوم سیاسی چیا شد گفتمان غالب در انقلاب اسلامی و به تدریج امیال، آرزوها، انتظارات، توقعات، خواسته های دیگری که به واسطه اونها مردم علیه رژیم شاه قیام کرده بودن کنارتر و کنارتر و کنارتر رفت. بنابراین اگر ما بخوایم در مورد آمریکا بحث بکنیم، یا باید بیایم راجع به جزئیات هی بحث بکنیم، میگیم ما این کاری کردیم، اونا این کاری کردن، آمریکا علیه ما توطئه کرد اینا، ولی به نظر من بحث اصلی تر این هستش که چه شد که آمریکا ستیزی در ماه‌های نخست انقلاب بدل شد به گفتمان غالب. این مسئله اصلی اینه و تا اونجایی که من میدونم این بحث مطرح شده ولی خیلی جدی بهش حداقل تو دانشگاه‌ها پرداخته نشده که چرا آمریکا ستیزی بدل شد به گفتمان غالب. اما در خصوص اسرائیل، ببینید من اصلا به رابطه اسرائیل و آمریکا، اسرائیل سازمان ملل اینا اشاره نکردم، من فقط یک سوال پرسیدم.
گفتم این بایدی که شما میگید باید اسرائیل نابود بشه، این باید شما از کجا آوردید؟ اینو شورای امنیت به ما داده، سازمان مجمع عمومی سازمان ملل داده، کینو به ما داده، مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، تو قانون اساسی ما یه اصلی هستش که میگه که دولت جمهوری اسلامی موظف اسرائیل نابود بکنه. من تنها سوالم این بود و شما تنها پاسخی که به من میدین ناکجا آباده. یکی این که به من میگید که در قرآن گفته اسرائیل باید نابود بشه، خب یکی اینه به من میگین، یکی این که میگید که امام گفتن اسرائیل باید نابود بشه. من ساده ترین سوالی که از شما میتونم بکنم این هستش که اگر امام امروز که 19 فروردین 94 هست، اگر امام میبودن، زنده میبودن، آیا همچنان میگفتن باید اسرائیل نابود بشه یا نه؟ این یک سوال. حالا سوال دوم اونچه که امام گفته اند بخشیش جنبه شرعی داره که کسانی که از ایشون تقلید میکنن، اگر همچنان از ایشون دارن تقلید میکنن، یعنی بقای بر میت میکنن، خب اینو وجه شرعی. بخشیش اونچه که ایشون گفتن سیاسی هستش. نه، امام گفتن که باید به دولت آقای میرحسین موسوی رأی داده بشه در مجلس دوم. 99 نفر رأی ندادن. اگر این داستان امروز اتفاق میافتاد، شما اون 99 نفر رو دم خورشید کباب میکردید که به نایب امام زمان گفته که باید به دولت موسوی رأی بدیم، اینا رأی ندادن. ولی 99 نفر رأی ندادن. امام هم نگفتن که چرا شما رأی ندادید، چون گفتن که مسئله سیاسی هستش، اونا اینجوری تشخیص دادن. شما از کجای مجموعه امام این رو در میارید که اگر امام گفته باشن اسرائیل باید نابود بشه، عربستان باید نابود بشه، فلان کشور باید نابود بشه، این یه واجب شرعی ایجاب میکنه برای من شهروند جمهوری اسلامی؟ من همچی چیزی رو بهش نرسیدم و معتقدم همچی چیزی نیستش. میتونن افراد به یعنی شما میتونید، من میتونم از این آقا بپرسم که آقا شما چرا اعتقاد داری اسرائیل باید نابود بشه؟ ایشون میتونه به من بگه واسه اینکه امام گفتن. امام برای من هرچی بگن، برای من امام اینجوری نبوده فی الواقع که هرچی بگن، چون امام اولا خودشون گفتن که من اشتباه کردم در مورد مسائل سیاسی، و بعدم امام همواره به ما یاد دادن که ما باید به زمان و مکان و نمیدونم فقه پویه ها و اجتهاد نمیدونم بالاخره اینا رو شما قبول دارین یا ندارین، یا اگر امام 50 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش گفتن اسرائیل باید نابود بشه، این دیگه آیه قرآنه و دیگه تو همواره باید این فی الواقع لایت تغییر میمونه. جز در اراده مقام معظم رهبریه، مگر واو به واو این توافقنامه که شما میگید با دفتر ایشون هماهنگ نشده؟ احسن، مخالفت شما با کیه؟ پس مخالفت شما با کیه؟ اینی بزنگرم فرمایش بسیار خوبی کردید. پاسخ این فرمایش شما منفیه. واو به واو این توافق نامه واو به واو زندگیونه. حالا شما یه تحقیقاتی بکنید. اما اجازه بدید من اگر اینجا فرمایش یه دونه نظریه در باب فرمایش خوبی کردید، اجازه بدید من نظر رهبری رو نسبت به این مذاکره با آمریکا که به ویژه رفته خدمت شما بخونم، اشکال نداره. سوال چیه؟ همینجوری حرف بزنیم. نظر رهبری در مورد لوزان و ژنو بگید، نه در مورد هسته‌ای. نظر رهبری نسبت به
در مصر نسبت به لوزان و ژنو هم که خودتون میدونید چیه مقام معظم رهبری در مورد توافقنامه سوال داریم همین دفعه مقام معظم رهبری فرمایشات خودشو مطرح کرد بعد از توافق هنوز نظری من نشنیدم از رهبری اون که فرمودید میبرن اجازه بدید میبرن آقای رهبری مگر شما نمیدونید عجیبه برای من مگه شما نمیدونید سیاست های هسته‌ای در اراده ایشونه نه نیست رهبری اعلام کرده پرونده دست رئیس جمهور و وزارت خارجه است و من در جزئیات مذاکرات مداخله نمی کنم پس این را کلیات دارم پس این فرمایش که می فرمایید دارن باق به باق این خلاف باق است خب سالی سال بعدی همون کتاب روحانی خودش سه جاش گفته من رفتم رهبری مخالفت کرد ما رفتیم اهدا کردیم خود روحانی هم بله بلش کنید آقا بلش کنید بله آقا بلش کنید بلش کنید بله تو این کتاب چند جا داره چند جا داره بله بفرم جانب سلام علیکم سلام شما یه نوازه میفرمونید که باش در دور شما این سلام شما این دوست من یه نقد در مورد بحث تحریم ها به شما داشتم شما میفرمایید که تحریم های هسته‌ای فقط در شده خب این چیز واضحه اصلا از حرم نشمز به خاطر اینکه آقای ظریف رفت مذاکره کرده فقط به خاطر مسائل هسته‌ای بوده نه حقوق بشر و نه موشک‌های بالستیک و نه حالا حمایت از حزب الله اینا شما اینی که میفرمایید درسته ولی عکس ببین دوستان مشکل اقتصادی ما از اون روزی شروع شد که انرژی به خاطر انرژی هسته‌ای ما رو تحریم کردن در نتیجه آقای دکتر نهاویان تحریم های هستی که الان هستش مشکل اصلی اقتصاد وقتی اینا حل بشه احتمال زیاد یعنی گیر هستی زنجیر هستی تحریم های هستی شما که میفهمید چرا اون یکی ها در واقع برداشتن شده اولا به خاطر اینکه اصلا مذاکره ای صورت نگرفته ثانیا به خاطر اینکه اونها اصل کار نمی اصل کار هستی که حتی سوال همینه بله من یه جواب خدمت شما عرض می‌کنم ببینید اونها مخالف داشتن هستی ما هستن میدونم که بالاخره معلومه دیگه اما خب ما این احراق فشاری که خودمون داریم باید برداشتن چه چیزی رو از طرف بخوایم چه احراق فشاری داریم ما باید برداشتن همه تحریم رو ازش بخوایم معنی نداره شما میاد میگید آقا چون بس مذاکره هست دیگه میگید آقا اون تحریم های دیگه رو کار نداشته باشه کار نداشته باشه چرا این اولا ثانیا سلم رو به قول مطلبا خب همه هسته ای دیگه چرا هسته ای رو مستقصی میکنیم سلمنا اصلا تقسیم رو یک پنجم اون هستی با چرا مشغول شده به تایید آژانس من اینا ظرفه حتی اگر بشه نوشته بشه من میگم بگم آژانس بعد از 6 ماه مثلا بعد از امضای ما 6 ماه تایید میکنه دیگه اون وقت نره بعد تحریم حداقل برداشته بشه 6 ماه 3 4 ماه 5 ماه طول میکشه 6 ماه بعد یک سال بعد دیگه جلوتر نباید دارم بنویسیم اینا رو این جزئیاتو بنویسیم اگه اون بازی در اومد که من تایید نمیکنم کما این که کار انجام داد از قبل تا به حال خب همینطور کش بده من میگم این عوام فشار رو ما حفظ بکنیم دارن زحمت هم میکشن متوجه دقیق تر نوشته باشه بله قربون بتونت آقای زیبا کلام ده بار گفتید لوزانس یک بار نگفتن لوزان یک بار قطعنامه و تحریم با هم عوض شد 20 بار دید کرده مفاهمت بسید لطف بفهم سوال بتونم توی بعد دوستایی که اینجا بایی سانت ببینید به دوستان میگم این دوتا روی کرد تنها روی کرد ها نیست اینجور نیست که یا آقای نوویان باشه اون طرفش آقای زیبا کلام حالا اگر نسبت دروغ هم میدن کاری نداریم که با آمریکا دوست باشی نه میتونید حقوق هسته‌ای خودمون رو هم بگیریم نه احمقانه و از اون طرف با آمریکا هم دوست نباشیم سر سازش با آمریکا هم نداشته باشیم نه اینکه احمقانه بریم تو شب تاریک مشت بزنیم به خودمون
این یه مسئله. یه مسئله دیگه سوالی که از آقای طلبه دارم اینه که شما دو تا پیش‌فرض دارید. این دو تا پیش‌فرض رو اینه چرا بغلش بذارید؟ یه آیا بغلش بذارید درست بشه. یکی این که شما حرف منفعت ملی رو میزنید، منافع ملی رو میزنید. تعیین کننده این منافع ملی کیه؟ تعیین کننده منافع ملی کسیه که با 8% رای دهنده ها میره نماینده مردم میشه، یا خود مردم تو رفراندوم تو نظرخواهی تو انتخابات بزرگتر میتونن بگن. و یکی دیگر این که شما یک مثالی آوردی، نمیدونم طلبگیه، من بلد نیستم، امکان شی دلیل بر وقوعش نمیشه، چنین چیزی گفت. شما این رو استفاده میکنید بر علیه آقای زیبا کلام. آیا حاضرید خودتون رو استفاده کنید از این قضیه؟ شما میگید ما باید اطلاعات رو بدیم به آژانس، سریعاً نتیجه میگیرید که به آمریکا میدید. امکان این هست که اطلاعاتی که ما میدیم به آژانس به آمریکا، امکان شی دلیل بر وقوع شی نیست. اما سوال دومش، هزاران بار این اطلاعات رفت به دست آمریکا، واقع شد. پس نه شد، نمیگم این شود، شما شد و باقی شود و فرق بگذارید. اما نکته دوم، اصلا من بحث اینا ندارم، تصمیم گیر مردم هم، منم قبول دارم، منتها برای مردم صادقانه بگیم چه چیزی داره رخ میده. اینو به مردم بگیم، هر چه مردم تصمیم گرفتن بالا سر من رو شما خوبه؟ سوال آخر از آقای دکتر طلبه بفرمایید. خب ما یه سوال مطرح کنیم، چون همگرا به ما بذارید در جمع بس میگه. بله بفرمایید. شما نقاط این چیز آرادات ما بود که من سوال شما نقاط این توی سوالات ما بود بلندگو باشه که دوستانم بشنم. اگه من جواب ندم، من خودم امشب موقعی که میخوام بخوابم خودم رو نمیبخشم. اصلا اجازه بدید. یک آقای نمامیان، روحانی چون رأی آورد؟ چون رأی آورد؟ چون منتخب خاتمی و هاشمی بود. اجازه بدید مطرح کنه، فهموشی که بفهمید. شما نمایندگان مردم نیستید، شما کسانی هستید که با 20,000 رای در یک رقابت بدون رقیب به مجلس راه پیدا کردید و امروز مانع توسعه مجلس هستید. شما موقعی که از عقب نشینی و عزت جمهوری اسلامی حرف میزنید، شما باید اون موقع حرف بزنید که شما نمایندگان مجلس، شما و امثال شما و دوستان شما، 200 از شما پای تشویقی که با آقای احمدی نژاد بابت انتصاب جناب آقای محمد رضا رحیمی نفر دوم اجرایی مملکت الان تو اوین هست. آقای اجازه بدید، شما بحث دروغگویی رو مطرح کردید، بحث تحریم رو مطرح کردید. تحریم ها بخشیش به خاطر سعید مرتضوی بود که من و همسال من رو در زندان انداخت و الان خدا میدونه کجا. شما دارید جواب بلشون آقا بحث اینه قرار امشب ایشون راحت بخوابه حرفاتی بفرده و قبول دارم آسوده به خواب ما بیداریم ها نگرم نمیشه. ها این سوال دیگه است، سوال هشت دیگه بگیم خود نمیشه. آی باشی بیمرد باش بشه. من بیمرد سوال فروخته، شهدا رو فروخته، هر کاری که کرده در راستای منافع نظام بوده، زیر نظر رهبری بوده، فقط اینجا منافع گروهی به اسم جبهه پایداری مخفی شده و شما موقعیتون در انتخاب هست. ولی هیچ مسئله اینا و ذاتکون خود ما هم دادیم هم گرفتیم، ولی اینو بدونیم که ما دو مال مذاکره هستیم. فلش کنید، بزن اشکال نداره، فلش کنید. بس آخر، درست توافق کمونیست نیست. آیا ما در دوران جدیدی همین چیز رو میدونستیم؟
آیا کسی از جلیلی پرسید چه کار میکنی؟ به جز اینی که نتیجه هر توافقی که یا هر نشستی با آقای جلیلی میکرد تحریم و قطعنامه یه گونی بود که پشت سرش میومد و محل توافق بعدی تاشکند برسایش فقط همونها مجرم شد. ولی الان ما همون آقایونی که میگه سر چهار را اونم از ریز ریز بند سوابقه خبر داریم همه سوال همترین این که ما داریم که شما درس آداری بیان رو میدیم. من خیلی تشکر میکنم از این برادر عزیزمون که بالاخره آدم باید این مقدار حرفم بزنه تخلیه بشه راحترم بتونه بخوابه هستم. تشکر میکنم از درسی که به ما دادید راحت انشالله امشب راحت بخوابه هستم. اما اگه برگود من فقط یه تکه اشاره بکنم، من دارم این متن رو میگم چیه؟ میگه کار نمیشته با جلیلی چون اینجوری گفته با جلیلی کرده بی خود کرده با خود کرده خودش به جا به من چرا بود؟ اما من هر جا بودم اونا چیکار داره؟ اونا گوش بدیم الان یاد دارم دیاد بخیم. اما نکته دوم، اگر ما رفتیم تحریم شدیم به خاطر اینکه پرونده های ما از شورای حکام رفته شورای امنیت، چند تا با پرونده قطعنامه علیه ما تو شورای حکام صادر شد؟ نزدیک 8 تا یا 9 تا که بین سال 82 تا سال 84 که آقای ظریف آقای روحانی بودن، نزدیک 8 تا قطعنامه شورای حکام رفت، اینا رو بعدم فرستادن شورای امنیت. پس زمین سازی رو کی کرده؟ پس از این شیوه شیوه پس از این در قبل بگیم نه اون طرف بگیم یه مقدار سعی کنیم اطلاع. اما اگه برمادید شما نماینده چه حرفی های خود مطالعه بکنید، این کتاب های روحانی رو مطالعه کنید، همینجور دروغ میگید و معنی نداره، یه مقدار به نظر درست نیست این لو برخورد. اما اینکه برمادید شما منافعتون جبهه پایداری چه منافعی دارید؟ اصلا جبهه پایداری و غیر پایداری همه رو بندست کنم متن دعوانامه بیا جلو عالمانه هم بحث کن. آدم اون یکی اومده به خاطر اینکه فلانی پشت سرش بود اون اینا چیه؟ ما میگیم آقا این توافق نامه ای که الان هست این توافق نامه درسته یا درست نیست؟ باید بیشتر دقت کنیم. شما منافعتون در خطره که میگی توافق نامه رو مطالعه بکنیم. این چه منافعیه؟ مگه منافع شما در خطره؟ من میگم اینا رو بخونید. نه بقول شما دوستانه دانشگاه باید. اما اینکه برای شما نماینده مردم نیستید. چرا؟ چون اگه مردمی به من رأی دادن مردمن، اما به شما نه. شما با 20,000 رأی آوردی، بنده من 20,000 رأی آوردم، اینا درست نیست. من نماینده تهرانم، بالای نزدیک 400,000 تا رأی آوردم. رضا خاطری نونیم بریم رو بود. پس 20,000 تا چیه؟ اصلا اینا هم اعتبار نداره. من نمیخوام اینا رو اینا برای دروغ کشیدن میخوام اینجوری صحبت نکنید. اگه به من رأی دادن مردم خیلی خوبن، اما اگه به من رأی ندادن تقلب شده. هیچ شبه این نیست تقلب شده است. این منطق منطق بدی است. اصلا اعتبار نداره. سوال آخر رو اگر بعد یه خانومی هم مطرح بله خانوم هم اگر آقای دکتر ببخشید من وقت شما رو بگیم بسخاری میکنم شما رو هم اشتفاق بگیم هر سوی شما بگیم باشم نشید نه بیشتر شاید توزی بشه بفهمید. جایی که اینجا هستن نه آمریکایی هستن نه چیزا همه سیدن که هر رو بودن که خواهی میشه با پولنگوی گرمشه برای همین آمریکا دوستی نه آمریکا سفید یک سال من رو با شما به پذیرید. سوال اولم این که تحریمایی که شده یه سری زمان آقای جلیلی بوده، من نمیگم خوب بعد همه زحمت کشیدم تو ایران، بالاخره تحریم ها شد. اون موقع هیچ دستاوردی نداشتیم که اوضاع اقتصادی مردم خیلی خیلی بدتر شد. زمانی که اومد مال توافقنامه لوزان رو ماتریس کردیم، بالاخره یه سری تحریم ها قول برداشتنش رو داده شد. ما باید یه سوال اول اینکه شما بودین چیو شما در نظرتون چیه؟ یعنی نهای ما نمیتونیم بهترین باشیم، اپتیمومی که شما در نظرتون بوده چه؟ چون ما باید قبول کنیم که در برابر آمریکا ما کشوری نیستیم که بتونیم آمریکا و
همه کشورهای اروپایی نمیتونیم چیز باشیم. منزوی هم بودیم، بله 8 سال مردم سختی کشیدن، دلار 1000 تومان شد چقدر و امثال دوباره سال همینه که حالا شما پس به روش مذاکره یا چیزی که مد نظرتون رو به ما بگید. دوباره سال همینه که زمان قبلا زمان آقای جلیلی یا مثلا حتی همون موقع که آقای خاتمی رو شروع کردن سال 78 شروع کردن گفتم ما هسته‌ایمون رو باید به بهترین جزء کشورهای هسته‌ای باشیم و آروم آروم پیش ببریم. همون موقع شروع کردیم. الان همین الان مال بوشهر داره 40 سالش میشه، آخر عمرشه، ولی هنوز کامل را نیفتاده. روسیه و چین دارن ما رو بازی میگیرن. خیلی وقتا قراردادهایی که باشون می‌نویسیم و نمیان یعنی اجرا نمیشه. هندی که شما گفتین من اطلاعاتم 100% نیست. دارم نرفتم اون روز قبلش بخونم، دارم با توجه به دیتایی که قبل داشتم. هندی هم که شما گفتین یه مدت قرار بود به جای پول به ما کالا بده، درسته؟ حالا من یه چیز دیگه، شما این خیلی سیزا نادیده گرفتیم تو مذاکرات سر کنیم. من میخوام بگم که چرا نایمدیم بگی ایران وارد باشگاه هسته‌ای شد، ایران اومد، یعنی همه خوب و بدی نگفتیم. بله یه چیز مذاکره شما بدترین حالت رو همیشه بگی به بدترین وجه جلوه میکنه. هر چیزی رو شما به نقد میتونیم بکنیم، مهم اینه که خوب و بد ما بیاییم بالا سرون و با توجه به قدرت اقتصادی و سیاسی کشورمون اپتیموم به دست بیاریم. آیا این اپتیموم که شما انتظار داشتید نبوده؟ شما چی مد نظرتون بوده؟ ممنون. این مثل سال درست و به جایه. ما برای حل مشکل اقتصادی کشور باید چیکار بکنیم؟ فرمایش بسیار خوبی، من تشکر میکنم از سوال درستی که مطرح کردید. اگر خاطرتون باشه در انتهای دولت قبل فشار اقتصادی زیاد بود، قیمت‌ها هر روز مثل پرواز می‌کردن و وضع خوبی نداشت. اون زمان این تحلیل ارائه شده بود که چرا اینطوره؟ گفتم خب به خاطر تحریمه. گفتن نه، 20% به خاطر تحریمه، 80% به خاطر سوء مدیریت. خب حالا دولت عوض شد، مدیران ما 80% سوء مدیریت بخوان حل بکنن، 20% پس مشکلات ما مربوط به تحریمه. چرا الان تحریم شده 100% مشکل ما؟ نکته دوم، من معتقدم همین حرف این قبلی ها درست، یعنی 20% الی 30% مشکلات ما به تحریم برمیگرده. 70% 80% باید مدیریت درست داشته باشیم. مثلا یه هرش 10 مورد، من چند مورد الان سرپایی اشاره بکنم. ببینید ما برای اینکه بچه‌هامون اشتغال پیدا بکنن کارخانه‌مون باید راه بیفته یا تعطیل بشه، حتما باید تعطیل بشه. ما الان باید تمرکز کنیم به توان جوانهامون، فارغ التحصیل دانش، فارغ التحصیلان دانشگاهیامون، برای راه اندازی یک شرکت های دانش بنیان. بودجه اگه داریم بیان وام بدیم به این بچه هامون اشتغال پیدا بکنن. باز این آقا میگه 8 سال قبل قبولش کنید. بابا میگم حل مشکل اقتصادی، ایشون از من سوال کرد شما راه حلتون چیه، من دارم میگم. نکته دوم، ما باید ببخشیم، باید واردات خودمون رو کنترل بکنیم. ما برای چی اینقدر باید برنج بیاریم وقتی که ما میتونیم کشاورزی تو شما میرید ببینید زمینای کشاورزی رو تبدیل میکنن زمینای مرکبات، برای اینکه دارم میگه نمیسر به برنج ارزونتر اومده، من باید حمالی بیشتری بکنم چون برنج 800 هزار تن شکر وارد کردیم. خب برای چی آخه؟ ما در تولید بنزین خودکفا شدیم، اومدن گفتن آقا شما اینجا تهران آلودگیش کنه بنزینه. خب آقا همه فهمیدن، آوردیم که کمیسیون بهداشت بررسی شد، اصلا یک لیتر از بنزین تولید پتروشیمی کشور ما تو تهران توزیع نمیشد. الان کار به جایی کشیده، اون در اون دکون رو تخته کردیم، روزانه 10 میلیون لیتر بنزین وارد میکنیم، اونم برای خدا وارد میکنیم. یارو که وارد میکنی تو جیبش نمیره. خب برای چی کار انجام میدیم؟ ما باید بریم به سراغ بدهکاران بانکی. 80,000 الی 100,000 میلیارد تومان 250 تا 300 نفر بدهکار من میکردم، باید یقین اینا رو بگیریم.
فرار مالیاتی کارمندانمون هنوز پولشو آقا ول کنید شما یه حرفا ببرید این وقت همهشا گرفته فرار مالیاتی بابا کشور حل مشکلش راه داره اما تو خود مذاکرات هم من اشاره بکنم مذاکره باید چجوری بشه بابا ما میومدیم میگفتیم فردو رو از غنی‌سازی خارج میکنیم پله پله پیش میرفتیم مشروط به این که تحریم‌های شورای امنیت برداشته بشه میگفتیم نطنز رو محدود میکنیم مشروط به این که تحریم‌های آمریکا برداشته بشه میگفتیم مثلا در تغییر و توسعه در عراق ما اومدیم اول از این یک سالی که تو دعاونامه ژنو وقت داشتیم که بیایم بحث کنیم به نتیجه رسیدیم برسیم که نرسیدیم هفت ماه بعد هم دوباره تمدید کردیم اومدیم هشت نو ماشو گذاشتیم اول تعهدات ایران بعد رفتیم که تحریم رو چگونه باید برداریم میگم این شیوه مذاکره نیست دارن زحمت میکشن باید بیشتر دقت کنیم